چی چیزی شما را خوشحال نمی سازد؟ چی چیزی نمی رسد که شما خود را خوشحال احساس بکنید؟ شما خود را انسانی خوشبخت احساس بکنید؟ وطن. آره، من وطن هم رسد. اگر آزادی که در اینجا است، مثلا همین طور آزادی شاید که در اون محله که بزرگ شدم با بای رسیدم در اون محله هم نداشته باشم. امروز در برنامه امروزه ما، در صحبت امروزه ما که انشاءالله شما تا آخر تماشا میکنین و استراحت میکنین، خوب و کار اختان تماشا میکنین نمیکنین، با او کارات و کاردار نیستم، اما مهم ای که همیشه نفرانی هست که ما را تا آخر تماشا میکند. خوب، صحبت را آغاز میکنیم و من میخواهم یک سوال کوتاه از عبدالحی جان بپرسم و سوال بکنم. آقای عبدالحی، چی چیزی را شما فهمیدید از آن روزی که به اروپا قدم رنجه فرمودید؟ چی چیزهایی برای شما خیلی جالب بود و آیا شما آلمان را مثل وطن خود پذیریدید یا اینکه باز هم فکر میکنید که شما در اینجا همچون مهاجر هستید؟ سلام و درود به پایان برای مردم شریف تاجیکستان و دیگر فرزبانهای روی دنیا، خصوص تاجیکای تاجیکستان و دیگر تاجیکایی که در سمرقند و بخارا و دیگر کشورها زندگی میکنند. از سال 2020 نویبر سال 2015 من پوند در خاک آلمان موندم، قدم در خاک آلمان موندم. راستی اول دوره هم مشکلات های کمترک داشت، کوچیکو بود، برطرف شد رفت. لیکن مگر بگم در این 5 سال که مثلا خوشحال بدم یا دیگر بدم زندگی من، زندگیم روزیم و دیگر دیگر نیستم، واقعا نیستم. باید شما این منظره که شما میبینی میشه از زیاد وقتی که مثلا آدم دیق میکنه، مثلا دلتنگ میشه، میام همین اینجا تماشا میکنم با هوای تازه، درخت ها، طبیعت زیبا، هوای تازه، شمال فرام، کم کم دلم خوی میشوه. خلاصه این خیلی زندگی دیگه، اگه هم زندگی که خوشحالم نیه، همو مثلا جنگلاش نبینی بایه، همه جنگلاش پوری درخت، جنگلزار کود، دیروش همش درخت جنگله نیه کیم. اگه در جای وطنوی ما خیلی متاسفانه که هم خیلی نسته، به هر حال جای خدمه ایجاب بلو میدونم. برای یک اونجا یک کیفیت دیگری، کیفیت خچه دوش، یک چیزی خچه دوش، گرچند اینکه ایجاره میسه بد نیست، خوب های همه چیزش هست، بود هوا شد، شمالک شد، همش بهترین های. اما هر یک چیز چی خیلی که یه مثال بیارم ده، هر یک میوه، همه میوه اکثرانش خوشلزت با مزه های، اینکه هر یک ادمش میوه مزه خچه دوره، اینکه مزه خوش خچه دوره، هم کیفیت هم مثلا اینجا کیفیت خوشش داره، تاجیکستان کیفیت خوشش داره، رومید ورزو در روی که مثلا او فقط طرف هم بزنه کیف میکنی. شما خوب از مشکلات کشور صحبت کردید و از مشکلات زندگی خود صحبت کردید، برایم خیلی جالب بود. چی چیزی شما را خوشحال نمی سازد؟ چی چیزی نمی رسد که شما خود را خوشحال احساس بکنید؟ شما خود را انسانی خوشبخت احساس بکنید؟ وطن. آره، من وطن هم رسد. اگر آزادی که در اینجا است، مثلا همین طور آزادی شاید که در اون محله ای که بزرگ شدم با بایر رسیدم در اون محله هم نداشته باشم. همین طور آزادی، مثلا هر که بسر هر کس میخواستم مثلا دوت میزنم، هر کس میخواستم هر چی نه چی خیلی که مثلا چی نه معامله یک میفورده که میکنم با همسایه، با هر که دیگر دیگر. اینجا اونجا در آزادیش بهتره، لیکن وطن نمیرسه. وطن ملک دیوری خیلی. یک سوالی هست که شاید بینندگان ما این را بخواهند که بدانند، بخواهند فهمیدن. این سوال این هست که چرا که
چرا پس وطن را ترک کردید؟ اینقدر وطن میگوید، وطن میگوید، آیا شرایطش نبود؟ آیا مشکلاتی زیادی داشتین در وطن که مجبور ساخت شما وطن را ترک بکنید؟ متاسفانه بله، زندگی زندگی خوب بود، زندگی بد نبود، الحمدلله. کار، فعالیت، مشغولیت، صاحب کاری کار میکردیم، زندگی میکردیم، رزق خونه میافتیم. زندگی بد نبود، در سطح عالی نبود، در سطح بد نبود، در سطح میانه زندگی میکردیم. اما متاسفانه با تشبوس پیشوی سوال من این است که چی شما رو مجبور کرد که وطن رو ترک کردید؟ همون رو گفتیم، با تشبوس پیشوی ملت اساسگذار صلح و وحدت، قهرمان ملی تاجیکستان، گرین تاجیکستان، کلاغاوس امومالی، سیاست با سیاست پیش گرفته خیردمندانه همین نفر ما تاجیکستان رو ترک کردیم. نتونستیم زندگی کنیم در برابر ناعدالتیاش، در برابر ظلماش، در برابر حق خریاش، دزدیاش، همین جنایتاش دیگه نتونستیم در بین فساد زندگی کنیم. برای که میگم با موش نیموشه بوده کشنی سوجه قولی توجیکی در بین خیلی نفر رو زندگی کردی دیگه ختم با هم راه میره بهترش برویم بگیم. یعنی اینکه ظلم و ناعدالتی هایی که در کشور بودند شما را نگذاشتند در وطن بمانید و مجبور شدید که به خاطر مبارزه بر ضد ظالم سر بالا کنید. بله بله، همین طور بود. راستی اول هدف نقشه دیگر بود، گفتم فقط یک زندگی آرام داشته باشم، برام یک زندگی آرام بکنم. بعد اومدم مثلا در خارجه پیدا کردم نفر روی مثال هم عقیده هم فکر ما پیدا کردم، هم درد دل ما نگفتند. من گفتم امروز فرصت است، باید من فرصت استفاده کنم در مبارزه راست باشم و پشیمون هم نیستم. یعنی که در حالتی که شما الان هستید خیلی حالات سخت هم هست اما پشیمون نیستید؟ البته که نی، هر درد درنج عذابی که مثال غریب میکشم بود، مثلا هدف همه پیش روز میارم که ما با کدام هدفی کار کردگیم، بود دوباره مثال برقرار میشوم، روحیم پشیمون نیستم، میشوه انشالله، همه چیش میشوه. پیغمبر علیه السلام گفت که هر جایی که خدا رزق شما داد اونجا برای شما وطن است. اما مهری وطن نه اینکه مثلا یا چیز فرضیت نمیدونه، در فرضیت نمیدونه که باید در وطن بمبری، باید در وطن کلون شد، باید در وطن خوک کنن، نه. یکیم دوست داشتنش خیلی وطن دوست میداره، هر که پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم خیلی وطنش دوست میداشت. یکی در فرضیت نمیدونه که باید که مثلا در وطن بزرگ شد، با خوک شد.